خروش‌ها و فریادهای اعتراضی اخیراً در همه شهرها اوج بیشتری گرفته است و این همه خروش و فریاد درست در شرایطی است که آخوندها برای ترساندن مردم هر روز طناب‌های دار را در همین شهرها به گردش در می‌آورند. هفتم اسفند 92، 8 اعدام در کرج، سابج بلاق، پشگرد و سمنان، 6 اعدام در ملعه‌عام. این داستان هر روزه این نظام با مردم است. اما به رغم این اعمال ضد بشری حکومت ولایت فقیه، خیزش‌های اجتماعی هم هر روز از جایی بلند می‌شود. خیزش‌هایی که به بحران‌های اجتماعی که سراپای حکومت را فرا گرفته، بیش از پیش دامن می‌زند. تنها در بهمن اعتراضات علیه طرح تحقیرآمیز سبد کالا به 40 تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف رسید. بعد از آن قیام بختیاری ها بود. هموطنان بختیاری در 5 استان و 11 شهر رژیم آخوندی را به وحشت انداختند. قیامی که در آن ده ها هزار نفر شرکت داشتند و ده ها خودرو نیروهای سرکوبگر، چند بانک و ارگان دولتی در دسفول، مسجد سلیمان و اصفهان تخریب شد. تنها در بهمن ماه کارگران به جان آمده با نزدیک به 100 تجمع اعتراضی به پا خواستند. همچنین تنها در بهمن ماه 16 درگیری بین جوانان با مزدوران نیروی انتظامی رخ داد که یا علیه تحمیلات ارتجاعی نحوه پوشش یا ایستادگی و اعتراض در برابر جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای بود. 44 حرکت اعتراضی دانشجویان در ماه بهمن ثبت شد. این در حالی بود که رژیم در وحشت از تجمعات دانشجویی در سالگرد قیام 25 بهمن برخی دانشگاه‌ها را تعطیل کرده بود. زندان‌ها هم کانون اعتراض بود. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی و اعتراضات خانواده‌ها به فشارها و احکام ضد بشری اعدام، از جمله تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام اهل سنت در برابر دفتر آخوند روحانی. آخوندها که هیچ ابزاری به جز اعدام برای ادامه بقای ننگین خود ندارند، تصور می‌کردند با افزایش اعدام‌ها و هرچه وحشیانه تر کردن آنها به ویژه در ملأ عام، می توانند از سرکشیدن شعله های آتش از زیر خاکستر سرکوب جلوگیری کنند. اما در آخرین روزهای سال 92 اعتراض بزرگ دراویش و اعتصاب قضای همبسته آنها در داخل زندان و بیرون زندان و پایداری شجاعانه آنها در مقابل یورش ها و مأموران سرکوبگر نشان داد که این ابزار زنگ زده دیگر کارایی خود را از دست داده است. ۲۵ خرداد امسال در نتیجه انتخابات نمایش ریاست جمهوری رژیم، آخوند حسن روحانی از اعتدال و تغییر در برخورد با مردم حرف زد. اعتدال در جامعه برقرار شود. اعتدال است. اعتدال و تدبیر. اگر حرف‌های نمایشی این مدعی اعتدال فریب نبود، باید آخوندهای خونخوار جر اسقال‌ها را کمتر به کار می‌انداختند. اما آمار اعدام ماهیت ادعاهای شیخ شیاد اعتدال را آشکار کرد. تنها طی 100 روز پس از ریاست آخوند حسن روحانی، اعدام‌ها به 320 مورد رسید. یعنی هر 7 ساعت و نیم یک نفر اعدام شده، رقمی دو برابر سال 91. بر اساس اطلاعی شورای ملی مقاومت در 30 بهمن، شمار اعدام‌های ثبت شده از ابتدای سال 2014، یعنی از 11 دی ماه 92 تا 30 بهمن، یعنی در 20 روز
به 132 تن رسید. پس بگذارید سوال کنیم، چه شد که آن وعده های اعتدال به اعدام بیشتر منجر شد؟ چطور است که تحت حسن روحانی مدعی اعتدال و تغییر رفتار با مردم، این گونه اعدام ها با وحشیگری رودافزون گسترش یافته است؟ سوال بعدی این است، چرا این همه اعدام؟ پاسخ هر دو پرسش در همان خروش هاست، همان خشمی که در فریادهای مردم دیده می شود و چون زنگ خطر سقوط یا همچون تناب داری بالای سر خود نظام ولایت فقیه چرخ می خورد. واقعیت این است که این بار این خود آخوندها هستند که با تلاش مقاومت ایران و با افتادن در گرداب بحرانهای گوناگون به پای تیرک سرنگونی آورده شده اند. در 20 بهمن 92 حسن روحانی برای تا ته سر کشیدن جام زهر اتمی در مذاکرات 29 بهمن با 5 به علاوه 1 گفت امهای سلاح‌های کشدار جمعی و به ویژه سلاح هسته‌ای در راستای امنیت جهانی از اولویت‌های این دولت است. حقیقت این است که رژیم با بالا بردن تعداد اعدام‌ها در سراسر کشور تلاش می‌کند آثار اجتماعی خوردن جام زهر هسته‌ای را مهار کند. اما اعدام و ایجاد رعب و وحشت هم تبدیل به حربه‌ای زنگ زده شده است و اراده مردم برای سرنگونی دیکتاتوری قوی‌تر گردیده. فردای روز اعدام زندانی سیاسی شیرکوه معارفی در 13 آبان، جوانان غیور مریوان دست به تظاهرات خیابانی زدند و اعدام‌های جنایتکارانه فرزندان کردستان را محکوم کردند. صدها نفر از مردم به خصوص زنان آزاده بانه بر مزار شیرکوه گرد آمدند و مزار او را گلباران کردند. در ادامه همین خروش‌ها علیه اعدام، روز 15 آبان هم هزاران نفر در سقز از ساعت 16 تا ساعت 22 دست به تظاهرات سنگینی علیه رژیم آخوندی زدند و با شعار مرگ بر دیکتاتور خشم خود را نشان دادند. خود موج اعدام ها هم ماهیت ادعای اعتدال آخوند حسن روحانی را برملا کرده است. 3 اسفند 92، خبرگزاری رویتر، افزایش اعدام ها در ایران امیدهای ملل متحد برای رفرم تحت کابینه روحانی را از بین برده است. ملل متحد اعلام کرد امسال تا همینجا حداقل 80 تن و چه بسا 95 تن در ایران اعدام شدند. این یک افزایش ناگهانی در استفاده از مجازات اعدام است که امید به اصلاح حقوق بشر تحت حکومت روحانی را از بین برده است. نتیجه بگیریم، همه و همه این اعتراضات و تظاهرات و خروش ها که بدون هراس از اعدام های پیاپی همچنان ادامه دارد و افزایش هم می‌یابد، یک پیام دارد. اعدام و سرکوب دیگر آن تأثیرات پیشین را ندارد. یکی از آثار جام زهر همین است که خود طناب دار هم به طناب داری بر گلوی حکومت ولایت فقیه تبدیل شده است. قیام ها و اعتراض های فزاینده سال 92 به ویژه قیام بزرگ هموطنان بختیاری و پایداری شجاعانه دراویش در آخرین روزهای سال نشان می دهد که نظام ولایت فقیه هرچه بر وحشیگری می افزاید تیغ سرکوبش کندتر می شود. این ویژگی برجسته دورانی است که خشم انفجاری به بالاترین حد تراکم خود رسیده و جرعه های زهر نظام فرتوت آخوندی را زمینگیر کرده است و این خود به مثابه آغاز نیکویی برای سال 1393 است.
در هر فرود و اوج، در حبس و در حصار، در تازیان زار، پیوست روز و شب فریاد میزنم، تا خشت آخرین تو از جای برکنم، تا خشت آخرین تو از جای برکنم، در خشمگاه موج، در هر فرود و اوج، در حبس و در حصار، در تازیان زار، پیوست روز و شب فریاد میزنم، تا خشت آخرین تو از جای برکنم، تا خشت آخرین تو از جای برکنم. بین لحظه لحظه در ای کار تو منم، چیزی برای خاص این کار تو منم، من میبرم تو را از یاد میهنم، تا خشت آخرین تو از جای برکنم، تا خشت آخرین تو از جای برکنم، ای ساختار تو از رنج دیگران، ای بافتار تو از نان مردمان، بر تار و پود تو